در بریتانیا تومار اینترنتی به امضای بیش از 1 میلیون تن رسیده که در آن از مقامات این کشور خواسته شده که سفر دونالد ترامپ به این کشور را لغو کنند. این تومار در واکنش به تصمیمات جنجال برانگیز رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده. دفتر نخست وزیری بریتانیا ولی با این درخواست مخالفت کرده. بر اساس قوانین بریتانیا توماری که به امضای دست کم 100,000 نفر برسد باید در مجلس عوام به بحث گذاشته شود. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا دوشنبه در توضیح دلیل عدم موافقت دولت خطاب به نمایندگان مجلس گفت در این تردیدی نیست که تصمیم دولت آمریکا جنجال برانگیز است و ناراحتی بسیاری را برانگیخته. اما اجازه بدهید به شما یادآور شوم که روابط بریتانیا با ایالات متحده آمریکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. واکنش نمایندگان حزب کارگر را بشنوید. وقتی به نظرات رئیس جمهوری ترامپ پیرامون حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و مسئله شکنجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که او در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته. در این وضعیت نخست وزیر ما باید توانایی آن را داشته باشد که جلوی او را بگیرد، نه اینکه دست او را بفشارد و با سکوت خود او را به سوی سراشیبی سوق دهد. کار درست را انجام دهید و سفر را لغو کنید. این مرد حق ندارد پا جای پای نلسون ماندلا بگذارد. امضا کنندگان این تومار بر این باورند که سفر آقای ترامپ به مثابه توهین به ملکه الیزابت است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحت عنوان حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی با واکنش‌های فراوانی در اقصانقاط دنیا همراه بود.